بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان که اگر هر کس با فکر خود بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به هدفش کوشش کند، سرانجام طبیعت تسلیم او شده، دنیا با او اقبال کند. یعنی اینکه وقتی که ما تلاش کنیم برای به دست آوردن حالا هر چیزی که دوست داریم تلاش داشته باشیم، و اما خیلی از افراد با ما مثلا هم عقیده نباشن یا کارشکنی کنن یا هر چیزی، خداوند به وسیله کائناتش به ما سرویس دهی خواهند داد که نتیجه رو خواهیم دید، هم پیروزی خواهیم دید، هم موفقیت خواهیم دید. اما این چیزا از خود ما باشه، یعنی تلاش از خودم باشه، نه فلانی با یه تلفن به بیسانی بگو. این نفوذ خارجی رو در مورد همین میگن، یا چه میدونم من بشینم دیگران کار کنن، این نباشه. میفرمان که انتظار نداشته باشید که چیزها موافق دلخواه شما باشد، بلکه همونطور که هست راضی شوید تا زندگی شما به آسایش بگذرد. این دقیقا مثل زندگی ما ایرانی ها میمونه که هیچ کس رضایت به اون چیزی که داره نداره، رضایت نمیدن. یه بابا خوب رضایت بدید، این خلقش اینه، این وضعیت اینه، این کشور اینه. دائم ما چرا اینجا متولد شدیم؟ تو چرا مامانمی؟ تو چرا بابامی؟ اینجا چرا اینجوریه؟ من چرا این شغل رو دارم؟ چرا این درس رو خوندم؟ یعنی کسی رضایت نداره. حتی غذا میخوریم میگیم اه این چیه خوردیم؟ همش چشممون به دیگرانه، دیگران این کارو کردن موفق شدن، من چرا اینجور نیستم؟ بچه‌م چرا اینجور نیست؟ شوهرم چرا اینجوری نیست؟ بابا همه از عدم شناخت پروردگاره. و اینکه اصلا آدم و حوا چرا اومدن رو زمین؟ برای اینکه انرژی شیطان چرا با بشر اومد رو زمین؟ برای اینکه بشر رو آزمایش کنن، با سختی ها، با ناراحتی ها، با حالا هرچی، خوشی ها، تفاوتی نداره، آزمایش کنن ببینن کی اطاعت خدا رو میکنه کی نمیکنه، که انرژی های خداوند اطراف اون موجود رو میگیره، اون بشر رو میگیره، دوباره بهش میگردونه از ستاره بهشت که اونجا عمر جاودان داشته باشه بمونه واسه مقاصدی که خود خدا میخواد. ما زمانی که به زمین میایم مجریان اوامر خدا هستیم که در ازل رقم زده برامون، و ما مجریان اوامر پروردگار هستیم. حالا هرگز در یه لباس، یکی در لباس پادشاه، یکی در لباس مستخدم، یکی در لباس معلم، تفاوتی نمیکنه. اون بر مبنای مقدراتشه. وقتی که تسلیم بشیم، یکی خدا رو دوست داشته باشیم، خداوند رو بشناسیم و بدونیم خداوند بر علیه ما نیست، خدا بر علیه ماست. و اینکه این سختی ها این نیست که چون حالا چل منم بلد نیستم، نمیدونم، همه میام میزن تو سر طرف، چون پول ندارم، چون اینو دارم، چون اون ندارم. چشماتو باز کن ببین خداوند چی ازت میخواد. اگر تسلیم شی با تمام قلبت رضایت بدی، تغییر وضعیت شاید بهت میدن. من یه مطلبی از خودم بگم، 2 سال من پنهان بودم تو ایران، شمال کشور ایران، و خیلی از خدا سوال میکردم که کی منو نجات میدید. قبل از اینکه بخوام تغییرات برام بشه، به من فرمودن که یه بار رفتم لب دریا، داشتم خیلی گریه کردم، یعنی واقعا چیزی که خدای چرا من نجات نمیدید از این کشور. یکی از اساتیدم من فرمودن که وقتی با تمام قلبت رضایت به مقدرات خدا بدی، خواست خدا بدی، خدا شاید خواسته باشه 100 سال اصلا تو همین شهر بمونی، تو همین مملکت بمونی، همینجورا پنهان بمونی. وقتی رضایت بدی موقعیت تو رو تغییر میدن. خب به قول کی میگه دوزاری مفتاد تازه، که باید چی کار کنم؟ رفتم
دو هر اتاقی که داشتم یه تلویزیون بزرگ انقدی خریدم، نمیدونم چند اینچ بود، خریدم گذاشتم، یخچال، هر چی که لازمه یک زندگی لوکس خوب بود خریدم گذاشتم. گفتم من رضایت دادم به اوامر پروردگار، شاید خدا دوست داشته باشه بر من رقم زده باشه 10 سال دیگه اینجا باشم. خب بر چی باید اسباب لوازم زندگی کنم؟ همه چیمو عوض کردم. یک ماه بعد آدمی که 2 سال پیش من بهش سفارش کرده بودم که پیدا کنید کسی رو که منو از مرز خارج کنه، پیدا کردم. به من زنگ زد فلانی یه چنین کیسی پیدا شده. حالا اگه دیگران بودن گفتن فلانی مغزشو تاپ ورداشته، بر چی این کارو کرد؟ نه، من ایمان تسلیم به خدا رو به خداوند نشون دادم. کی دوست داره توی غربت، تو بیپولی، تو بیپول نبودم، بسیارم پول داشتم، اما چرا باید این کارو بکنم وقتی من میدونم دارم جا به جا میشم؟ اما از قانون تسلیم پیروی کردم، تسلیم بر این که با آگاهی من ممکنه 10 سال دیگه اینجا بمونم. خود تسلیم خداوند ازم، خب باشه بمونم، ایشون صلاح دونستم منم میمونم، در پناه خودشم حفظم. دقیقا بعد از 2 سال، بعد از 1 ماه دیگهش به من زنگ زدن، بعد از 1 هفته دیگهش از مرز من عبور کرده بودم با تمام لوازمات نو و همه مارکه و مارکای خیلی عالی. توجه فرمودید؟ یعنی وقتی ما تسلیم خدا میشیم، استقامت و صبر در اون راه میکنیم برای اینکه خداوند این راه رو، این وضعیت رو رقم زده. البته نه اینکه آدم اشتباهات خودشو نادیده بگیره، من خیلی اشتباه داشتم که خداوند نمیخواست این اشتباهات رو برای من، یعنی این وضعیت شرایطی خدا برای من نمیخواست، من خودم برای خودم به وجود آوردم رو نفهمیام. توجه فرمودید؟ وقتی ما رضایت بدیم به خواست خدا، یا رب العالمین شما این مرد رو خواستید برای من، در زندگی من این وضعیت شرایط رو خواستید، این همسر، این بچه رو، این ماشین رو، این اینو اونو اونو، راضی هستم به رضات. رضایت با تمام قلبت، با تمام سلول های تنت، اون زمانی که 1 هفته بعد، 10 روز بعد، قشنگ 180 درجه همه چی تغییر میکنه. تازه اون چیزی که میخوای در ذهنت مثلا 10 سال پیش بوده، 2 سال پیش، 4 سال پیش، اینا همه متجلی میشه. آدماش میگن چرا؟ به علت این که این رو هم من سوال کردم. ذهن بشر، مغز سر بشر، قوی ترین تولید کننده دریافت انرژی ها از آسمانه، از بودجه بشریست، از اون 7 راهی که روی سر بشر هست که انرژی های رزقش، مقدرش، همه چیش به مغز بشر وصل میشه. وقتی ما روی یک چیزی زوم میکنیم، چرا 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 چرا، تو هم موقعیت نگه میدارن. زمانی که شما رو تو بر میگردونی، یک کمی توجه کنید به اون قانونی که چند وقت پیش گفتم توی یک این، وقتی که طرف احساس میکنه دیگه بچه دار نمیشه، دیگه رحمتی خسته میشه از اینکه هی برو پیش این دکتر رو، این کارو بکنه، اون کارو راضی میشه دیگه، میگه خودم اصلا بچه دار نمیشه، رها میکنه، یه ماه بعد میگه بچه دار شد. چرا؟ به علت این که دیگه اون تلاش و کوشش، اون انرژی هایی رو که هی از مغزش به فضا میفرسته، انرژی های پوچ رو دریافت میکنه، دیگه نمیکنه، تسلیم، رها، دیگه فکر نمیکنه با چی کار کنه. وقتی تسلیم میشه اون انرژی ها قطع میشه، حقیقت مقدرات شما وقتی وصل میشه، اون وضعیت شرطی که دوست داری متجلی میشه. متوجه شدی؟ استقامت و پایداری درخواست خداوند خیلی مهمه که ما بگیم هر چیز که شما دوست دارید یا رب العالمین، هر چی شما بخواد من هم میخوام. خب این بچه مریضه، خب من چی باید یاد بگیرم؟ ما ایرانی‌ها فقط قر زدن رو یاد گرفتیم. عجب شانسی دارم والا، ببین همه ازدواج کردن، منم ازدواج کردم، هم بچه دار شدم، منم بچه دار شدم، همه نمیدونم خونه خریدن، تو چه محله هایی، تو چه کارهایی، منم اینجوری شدم. دائم در حال محاسبه است،
کی چی شد، من چی شدم. به همین علت اجازه این که ببینید، خیلی ها ممکنه در بودجه مدت عمرشون، مثلا من فاطمه روحانی این دنیا اومدم، ممکنه توی بودجه مقدراتی من چندین میلیارد تریارد چیز باشه، مثلا سکه طلا باشه. خب اما با امواجی که خودم متساعد میکنم از تن خودم بیرون، نمیتونم اون گیرندگی بارش های انرژی رزقی که اطراف من هست اون گیرندگی رو دریافت کنم. چرا؟ ابتدا شرک به خدا دارم، محرم سفر و این و اون و علی و یا علی و فلان، امواج من وصل میشه به بنده های خدا، به انرژی های بد، و امکان داره بعد عمرم، من با آدم سلامتی باشم، اما از بس که رفتم قبرستون اومدم مریض شدم افتادم، اینا ربط مقدرات ما نداره. اگر ما بتونیم کارهای اشتباهی که گذشتگان ما انجام دادن انجام ندیم، همون مقدرات خودمون رو که خداوند بر ما قرار داده که فلان مبلغ باید مدت عمرتو خرج کنی، پول داشته باشی اما نداری، همون به دست ما میرسه، هم وضعیت شرط خوب به وجود میاد. میفهمون که این رو هم خوندم، میفهمون انسان با استقامت و قدرت و نفوذ تعقل است میتواند بر وبا و طاعون غلبه کند. اینو یکی دیگه از حکما فرمودن. میفرمان اندر کارها شتاب زدگی نباید کردن، و چون خبر شود آهستگی کار باید فرمود، تا حقیقت آن پدید آید و دروغ از راست پیدا گردد، که شتاب زدگی کار ضعیفان است نه کار قادران. یعنی زمان که شما یه خبری میشنوید از دیگران که آیا حقیقت داره یا نداره، اگر نسبت به شما یا خانواده شما بود یا هر چیزی که بود، باید ابتدا سکوت کنی، خودتو کنترل کنی که ببینی آیا واقعا یه چنین چیزی هست، نه اینکه مثلا به خود شخص همون پیغام بدی برو بگو فلان خودتی یا نمیده فلانی بیسانی، حال من فکر میکنم ببینم چی میشه، یا چیزهای دیگه، وضعیت شرط دیگه، و اومدن چیکار کردن تو ایران، جوک اول در آوردن خود، آره کیاکه این کار رو میکنه که واسه خنده، بعد از جوک چی شد، شد برنامه های شایعه سازی که بذارید بگیم فلانی اینجوری شده بخندیم، منتشر کردن بین ایرانی ها. اگر ما بشینیم فکر کنیم که تو چه امواجی ما ایرانی‌ها داریم زندگی میکنیم، این همه امواج پوچه، چه جور انرژی حقیقت میتونه راه پیدا کنه؟ شما های بین خارجی‌ها جوک پیدا میکنید یا این جور اخبارهای دروغ پیدا میکنید؟ با مردمش انقدر کار دارن که از صبح تا شب انقدر کار میکنن، تلاش میکنن که موقعیت خودشون رو حفظ کنن که بتونن شب گرسنه سرزمین نذارن. ملت ایران بیکارن، واقعا بیکار ذهنی هن. اصلا به نفع آخونده شده، به نفع مذهبیون شده. وقتی کسی که بیکاری ذهنی داشته باشه، کار نداشته باشه، کی داره چکام، کی داره میخوره، کی داره میبره، اون شعور اجتماعی نداشته باشه، خب به نفع ایناست دیگه. هی جوک درست کن، فیلم درست کن، چرت و پرت بگو بفرست تو اینترنت، حالا معلوم نیست راست یا دروغ. دروغ باشه که بدتر امواج منفی بهت وصل شده، راست هم که باشه که دیگه با خداست. اگر قضاوت کنی، قضاوت بدجور داشته باشی، که دیگه همون قضاوتی که کردی تو زندگیت متجلی میشه. خواهشن از خانوما و آقایون موعد طبیعه، کسانی که این رشته تحصیلی رو دارن تحصیل میکنن، هر چیزی که در اینترنت دیدید، هر چیزی که شنیدید
بر زبانتون جاری میکنه، یا رب العالمین من نمیدونم کدوم حقیقت کدوم حقیقت نیست، حقیقت رو شما میدونید، یعنی پروردگار میدونه. اگر این آدم دچار این وضعیت شرایط شده، این مقدرش بوده و دارن آزمایشش میکنن، دلیل بد بودنش نیست. ورشکستگی آدم دلیل بد بودن، فقرش دلیل بد بودنش نیست، که خدا به اندازه قلب طرف بهش میده. چرت و پرتایی که میشنن میگن و هم دیگه، دلیل بر بد بودن نیست، دلیل بر رشد روحشه، روی آزمایشیست که خدا داره انجام میده. میفرمان که افتخار را با تواضع و فقر را با صبر برگزار کن. کسایی که به یه مقامی پیدا میکنن، یک وضعیت شرایطی، یه پیروزی، یه چیزی که به دست میارن به نام افتخار میشه، باید متواضع تر از سابق بشی جلوی مردم، نه اینکه تازه شروع کنی به اذیت آزار و حرفای مفت. و فقر رو هم با صبر باید برگزار کنی، چون همیشه وضعیت شرایط باقی نمیمونه. حضرت علی علیه السلام میفرمان که با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خون سردی و سنگینی بپذیر تا بر مراد خود پیروز شوی، که توضیح دادم خدمتون. حضرت عیسی میفرمان که باید با صبر و شکیبایی عیبهایی را که نمیتوانیم نه در خود و نه در دیگران تغییر دهیم تحمل کنیم. حالا این همون قوانینی است که من خدمت شما عرض کردم، عیبهایی رو که در دیگران نمیتونید تغییر بدید، در خودمون نمیتونیم تغییر بدید، که خصلتاً خسیسه، بکشیش هم خسیسه. زمانی که از خدا بگو، از قوانین بگو، از همه چی بگو، یک چیزی رو تو ذهنش برای خودش، ملکه ذهنش میگه من به این دلیل من خسیسم، وگرنه من از بد نیستم. بابا موضوع این نیست که تو بد باشی، موضوع اینه که خصلت تو به خودت لطمه میزنه، نه به دیگران. چون شما باید امواجی رو تغییر بدید. در پناه خداوند بزرگ باشید. من در کلاس بعدی میگم خدمتتون.